گلاسیا سلام، امروز براتون یه فیلم خفن آوردم که قسمت اول یه تریلوژی محسوب میشه. یعنی دو تا فیلم دیگه هم در ادامه‌اش ساخته شده که قطعاً اونا رو توی کانال میذارم و به هم کاملا مربوطن. فیلم خانه هزار جسد یا هاوس آف 1000 کورپسز یکی از اسلشرهای خفن هالیووده که موضوع جالبی داره و حسابی با مختون بازی میکنه. نمره فیلمم 6 از 10 هست. حواستون به اسپویل کامل و صحنه‌های خشنش باشه و اینم میگم داستان اصلی توی قسمت بعدی یا قسمت سوم فیلمه. شروع فیلم در شب قبل هالووینه. فیلم ضبط شده از دو تا دلقک می‌بینیم که دارن بشری که ساختن رو تبلیغ میکنن. بعد فیلم تبلیغاتی وارد فروشگاه همین دو تا دلقک میشه که وسط جاده است. یه نفرم داره با صاحب اصلی فروشگاه راجع به تونل بشرش صحبت میکنه که دو تا دزد ماسک دار وارد فروشگاه میشن. تفنگشون رو سمت دلقک فروشنده میگیرن و ازش پول میخوان که همین لحظه مرد دیگه با یه ماسک وحشتناک میاد تو. این مرد دوست دلقک فروشنده است که یه دفعه خودشان تفنگ درمیاره بدون هیچ مکسی دو تا دزد رو به قتل میرسونن و از دزدی جون سالم به در میبرن. سکانس بعدی با چهار تا جوان آشنا میشه که برای خوشگذرونی از شهر خارج شدن از که فروشگاه همین دلقکن. دختری به اسم دنیس که دوست پسرش به اسم جری کنارشه، پسری به اسم بیل و دوست دخترش مری. اگه سریال باز باشید قطعا بیلو خوب میشناسید. اسمش توی اون سریال معروفم برام کامنت کنید. این چهار تا جوان دارن جاده ها رو میچرخن تا یه مقاله مستند از مکانهای عجیب جمع کنن. بنزین ماشینشون هم تموم میشه و از قضا به فروشگاه همون دلقک میرسن. فروشنده‌ای که حالا همه آثار دزدا رو با کمک دوستاش کاملا پاک کرده. بیل و جری وارد میشن و با کنجکاوی به عکس و لوازم تاثیر که فروشگاه نگاه میکنن. برام از فروشنده راجع به های جالب نزدیک سوال میکنن که اونم شروع به تبلیغ تونل وحشت خودش میکنه. با اینکه دختر علاقه ای ندارن بالاخره راضی میشن که چهارتایی از این تونل دیدن کنن. اونا توی واگن میشینن و همراه با همون فروشنده که حالا خودشو کاپیتان اسپالدینگ معرفی میکنه راه میافتن. این تونل وحشتناک پر از صحنه های عجیب مثل تیکه تیکه شدن آدما، بلند شدن جنازه ها و کلی خون و جیغ و داده. جوونا دارن خوش میگذرونن و خوشی میکنن و در آخر به صحنه نهایی این تونل میرسن، جایی که یک پزشک توی اتاق وحشتناک در حال عمل جراحی میبینن و کاپیتان اونو به اسم دکتر سیتن یا دکتر شیطان معرفی میکنه. کاپیتان میگه این جراح بیماری روانی داره و همه کسایی که میرن پیششون میکشه. بعد از پایان تفریحشون جری خیلی در مورد دکتر شیطان کنجکاو میشه. اون کلی از کاپیتان خواهش میکنه و اونم در آخر آدرس محلی که توی داستانو گفته شده دکتر شیطان اونجا اعدام کردن رو میگیره. بعدم بقیه بچه‌ها رو به هر شکلی هست راضی میکنه تا قبل از ادامه سفرشون از این محل که نزدیکشون هم هست دیدن کنن. قبل از حرکتشون هم مری به پدرش زنگ میزنه و میگه تا ساعت 11 میرسیم یه جا وقتی هتل گرفتیم بهت زنگ میزنم. اینطوری که باباش میگه تو کدوم منطقه انو برنامه‌شون چیه. پدرش هم در حال تماشای تلویزیون متوجه اخبار میشه که داره از گم شدن 5 دختر دبیرستان توی همون محل گزارش میده. قبل از اینکه پدر بتونه نگرانیشو اعلام کنه مری قطع میکنه و حرکت میکنن. طبق کلیشه فیلمای ترسناک بارون شدید میاد، بچه‌هاشون رو گم میکنن و یه دختر تنها رو وسط خیابون میبینن. این جوانای احمق هم دختر رو سوار میکنن تا به خونه برسوننش. دختر بلون خودشو به اسم بیبی معرفی میکنه. وقتی جوونا بهش میگن دنبال آدرس دکتر شیطان میگردن، دختر با خنده ترسناکی میگه اون همسایه‌مو اگه میخواد میبرمتون پیشش. وسط راه یه دفعه لاستیک ماشین میترکه و مجبور میشن نگه دارن. بیبی میگه خونه من همین نزدیکه و باهم بیاید تا براتون لوازم بیارم و ماشینتون رو درست کنید. بچه‌ها که حالا ترسیدن تو ماشین میمونن در حالی که بیل قبول میکنه با دختر بلوند بره. وقتی به خونه میرسن با دکور عجیب و غریبی از هالووین مواجه میشن و بیبی شروع به لاس زدن با بیل میکنه. برمیگردیم به ماشین. سه نفر دیگه یه دفعه صدای میشنون. چراغ ماشین رو روشن میکنن که نمیدونم چرا احمقا از اول خاموش کردنش. یه مرد گولاخ با لباسی مثل خرس جلوشون ظاهر میشه. جوونا شروع به داد و بیداد میکنن و مرد بهشون نزدیکتر میشه. یه دفعه میزنه به شیشه و میگه بابا خفه شید، من داداش بیبی ام اومدم کمکتون. بقیه آروم میشن و مرد با استفاده از جرس ثقیلش ماشین رو دم خونه میبره تا اونجا درستش کنن. توی خونه میبینیم لاسلن بیبی و بیل خیلی جلو رفته، اما همین لحظه بقیه سر میرسن. دختر بلوند خیلی ناراحت میشه که نتونسته با بیل حرکتی بزنه. حالا همشون توی خونه ان تا داداش بیبی ماشین رو درست کنه و بتونن از اونجا برن. ساعت نزدیک 11 شده و مری از بیبی میخواد با پدرش تماس بگیره، اما دختر میگه ما اینجا کلا تلفنی نداریم. اینجاست که بچه‌ها تازه یکم به همه چی شک میکنن و مادر خانواده هم سر میرسه، زنی با رفتارهای خیلی عجیب و شهوتناک. مادر میگه ماشینتون طول میکشه تا درست شه، بهتر برای شام اینجا بمونید. اونا هم قبول میکنن و سر میز شام به رسم هالووین داره پیشنهاد مادر هر کدوم یه ماسک روی صورتشون میذارن، شروع به مسخره بازی میکنن. یه دفعه برادر دیگه بیبی به اسم تاینی سر میرسه، مردی قد بلند با صورتی که کاملا با ماسک پوشیده شده. متوجه میشیم تاینی یکم کنزهن و یه بلایی سر صورتش اومده که مجبور ماسک بزنه. به هر حال شام تموم میشه و مادر میگه ما هر سال برای هالووین یه مراسم کمدی اجرا میکنه و باید بیاید ببینیدش. بقیه با اینکه خیلی نگرانن دیلشون شده قبول میکنن. نمایش شروع میشه و علاوه بر اعضای خانواده اجرای یه نفر دیگه هم میبینیم که همشون جوکای کاملا نجات پرستانه و بعضیاشون هم خیلی ترسناکن. آخرای نمایش پسر دیگه خانواده که حالا میفهمیم اسمش اوتیسه میاد و میگه ماشینتون آماده برای رفتنه. جوونا هم سری خدافظی میکنن بلکه فرار رو برقرار ترجیح بدن. تو
ماجی شروع به مسخره کردن رفتارهای عجیب خانواده میکنن، اما یه دفعه میفهمن در ورودی خونه بسته است. بیل سری پیاده میشه تا بازش کنه که یه دفعه مترسک کنار زمینه حرکت میکنه. مردی که لباس مترسک پوشیده همون تاینی که با یه حمله ناگهانی بیلو بیهوش میکنه. وقتی جری برای کمکش پیاده میشه، اونم مورد حمله مرد دیگه‌ای که همون برادر دیگه یعنی اوتیس قرار میگیره. دخترم با وحشت درای ماشین قفل میکنه، اما کافی نیست، اونو هم در آخر با شکست شدن شیشه ماشین گیر میافتن. حالا با اعضای این خانواده هم بیشتر آشنا میشیم. همشون قاتلای وحشتناکی هستن که بیماری شیزوفرنی دارن و عاشق شکنجه کردن دیگرانن. اون پنج دخترم که تو اخبار گفته بود گم شدن، تو همین خونه‌ان همشون به طرز حال به همزنی بعد از شکنجه زیاد به قتل رسیدن. سکانس بعدی مریو میبینه که با دست و پای بسته به هوش میاد. اون به شدت وحشت زده شده و نمیتونه با دهن بسته شدهش درست چیغ و داد کنه. همین که یکم صداش در میاد، یه دفعه اوتیس سر میرسه و بهش میگه خفه شو. یکم همسرش داد میزنه و بعد دهنشو باز میکنه. دختر که دیگه فهمیده نباید داد بزنه، با استرس میپرسه چرا داری این کارو میکنی؟ اصلا عشقم بیل کجاست؟ اوتیس به آرومی سمت پرده کنارش میره. با برداشتنش اولین صحنه حال به همزنه فیلمو میبینیم. بدن بیل تیکه تیکه شده و شبیه به پری دریایی وصل شده. مری باریدن این صحنه وحشتش هزار برابر میشه و برای دوست پسر کوچیکش ولش کلی جیغ و داد میکنه. این در حالیه که اوتیس با دیدن زجر دختر شهوتش میزنه بالا و شروع به لب گرفتن ازش میکنه. اینقدر وضعیت رو خرابه دیگه. تو اتاق دیگه خونه دنیس رو میبینیم. اون به هوش میاره در حالی که تاینی کنارشه. تاینی داره غذای مثل توپ میخوره که دنیس بهش التماس میکنه تا آزادش کنه. در کمال تعجب مرد قد بلند دست دنیس هم باز میکنه و ازش خدافظی هم میکنه. دنیس که هنوز باورش نشده سمت در اتاق میره که یه دفعه اوتیس سر میرسه و اونو به زور پرت میکنه توی قفس. یه دفعه چند مرد دیوونه دیگه از کنارهای قفس پیداش میشه و شروع به آزار جنسی و تجاوز به این دختر بیچاره میکنن. قسمت دیگه از خونه جری رو میبینیم. دختر بلوند روانی با همون بیبی کنارش رو داره اونو شکنجه میکنه. بیبی یه قیچی دستش گرفته و به جری میگه داری به چدتی فکر میکنی؟ جری با عصبانیت میگه نمیخوام باهات بازی کنم، که بیبی یه دفعه شروع به بریدن موهای جری میکنه و بعدم همون موها رو به زور میکنه تو دهنش. بعد دوباره به جری میگه اگه بتونی بگی بازیگر مورد علاقه من کیه، همین الان آزادت میکنم. جری در کمال وحشت زیر لب یه اسمی همینطوری حدس میزنه. بیبی که از جواب خوشش نمیاد شروع به خنده‌های شیطانی میکنه و در همین حین با چاقویی که توی دستشه پوست سر جری رو زنده زنده از بیخ میکنه. سکانس بعد چند ساعت دیگه رو میبینیم. جری با اینکه پوست سرش کامل کنده شده، هنوز نیمه زنده است و توی خونه پر از صدای جیغ و داده. پدر مری نگران شده و از اونجایی که خودش افسر بازنشسته پلیس، با کلانتری اون محل تماس میگیره بلکه آمار گم شدن دخترش رو بده. همین هم میشه که دو تا افسر پلیس به همون فروشگاهی اعزام میشن که اول بچه‌ها رفته بودن و با نشون دادن عکس مری به کاپیتان راجع به این سوال میکنن. کاپیتان هم که من یه بار با سه نفر دیگه این دختر رو دیدم و بهشون آدرس یه جایی رو دادم که برای دیدنش برن. بعدم آدرس محل دکتر شیطان رو برای پلیسا میکشه و اونا هم ماشین ترکیده جوونا رو تو همون نقطه پیدا میکنن. وقتی صندوق ماشین رو میدن بالا، تو کمال حال به همزنی با جنازه یکی از پنج دختری که قبلا گم شده بودن روبرو میشن. خبر این قضیه پخش میشه و پدر مری هم سری خودش به اونجا میرسه تا دنبال دخترش بگرده. بعد کمی جستجو، سرنخاشون به خونه همین روانیا میرسه. یکی از افسرای پلیس در میزنه و مادر به پشت در میاد. بدون هیچ استرس و نگرانی به افسر میگه بیاد داخل تا جواب سوالاتو بدم. پدر مری به همراه افسر دیگه میرن پشت خونه تا جاهای دیگه‌شو بررسی کنن. صدای ناله‌ای از طویله پشت خونه به گوش میرسه که وقتی درشو باز میکنن، متوجه چند دختر نوجوان میشن که به طرز بدی شکنجه و آویزون شدن. افسر سری با بیسمش با پلیس دیگه که توی خونه است اطلاع میده، اما قبل از اینکه بتونه کاری انجام بده، مادر با اسلحه اونو به قتل میرسونه. پدر مری و افسر کنارش هم میخوان فرار کنن، اما توسط خانواده گیر میافتن و اونا هم با شلیک اسلحه کشته میشن. شب میرسه و مادر میبینیم که کلی آبجو میخره تا خانوادگی در حین خوشگذرونی بقیه رو هم شکنجه کنن. اوتیس جنازه پدر مری رو به داخل خونه میاره. پوست صورتشو میکنه و مثل ماسک روی صورت خودش میذاره. با آرومی میره تو اتاق مری و اول دختر فکر میکنه پدرش برای نجاتش اومده، اما این فقط یه بازی ذهنی وحشتناک و کابوس این دختر بیچاره همچنان ادامه داره. اعضای خانواده دنیس، مری و جری نیمه جون رو با لباسای عجیبی میپوشونن. حالا شب اصلی حالو میرسه و اونا رو با خودشون به قسمتی از مزرعه میبرن، قسمتی که مثل یه قبرستونه. وقتی وامیسن دستشون باز میشه، مری سعی میکنه در بره، اما بیبی موفق میشه جلوشو بگیره. اونو به قبرستون برمیگردونه، اما یه دفعه بدون هیچ مکسی با قیچی که داره شروع به کشتن مری میکنه. انقدر بهش ضربه میزنه که دختر کاملا بی حرکت میشه. بعدم دنیس و جریو به زور توی یک تابوت قرار میدن و با یه جرس ثقیل اونا رو به زیر زمین میفرستن. همینطور یه ضرب صوت هم میفرستن پایین که شامل یه سری صدا شبیه به دعا و نیایش وحشتناکه. وقتی تابوت به ته راه میرسه، یه دفعه یه سری موجود بهش حمله میکنن و با شیکوندنش هر دو زندانی آزاد میشن. دنیس میفهمه اونا به یه تونل رسیدن و سری اونو تنهایی ادامه میده، در حالی که جری اونجا به قتل میرسه. وسط تونل مردی با شنل میبینه و ازش کمک میخواد، اما جوابی نمیگیره. مرد توی تاریکی نزدیکتر میاد و حالا دنیس میفهمه لباس شبیه به لباس خودش داره. معلوم نیست این بیچاره چند وقت اینجاست که حالا خودش هم تبدیل به یه قاتل عصبانی شده. مرد به دنیس حمله میکنه تا گوشتشو بخوره، اما دختر موفق میشه با هر سختی حتی چنگش در بره.
تو ادامه تونل به جای میرسه که هزاران جسد هر دو طرف تونل آویزون شدن. هزاران جسد، خانه هزار جسد. نکته رو حال کنید. دنیس وحشت میکنه و با سرعت در میره تا به یه در دیگه میرسه. اون طرف در اتاق جراحی وجود داره. مردی روی تخت جراحی و بوس سرش کاملا باز شده. تنش تیکه تیکه است و در حالی که هنوز نمرده داره عذاب میکشه. کنار اون مرد عجیبی هست که قبلتر اسمش رو شنیدیم. دکتر شیطان. دکتر با دنیس چشم میشن و سری میندازه دنبالش. دنیس با هر سختی هست کل تونل رو پشت سر میذاره و در آخر با یه حرکت هوشمندانه موفق میشه قسمتی از تونل رو سر دکتر خراب کنه و خودش رو به روی خاک برسونه. دکتر با ظاهری داغون وسط جاده میاد و یه ماشین نزدیکش میشه و نور امیدو میبینه. با هر زحمتی هست تو ماشین میشینه و میگه فقط منو ببر پیش پلیس و همین لحظه از حال میره. راننده این ماشین کسی نیست جز همون کاپیتان اسپالدینگ یا دقیقا که اون اول فیلم دیدیمش و صاحب فروشگاه بود. از صندلی عقب یه دفعه اوتیس بلند میشه و میفهمیم اینا دستش از اول توی کاسه بود و دقیقا که دوم توی فیلم همین اوتیس بوده. سکانس بعدی دنیس رو میبینیم که دوباره چشماش باز میشن. توی وحشت تمام میفهمیم به صندلی دکتر شیطان بسته شده و حالا نوبت خودشه که شکنجه شه. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم خانه هزار جسد رو حتما باید به همراه دو تا فیلم ادامهش ببینید. تو قسمت دوم با جریان اصلی این دکتر و اصلا دلیل کاراش آشنا میشه و اینکه اون موجودایی توی زیرزمین چی بودن و در قسمت آخر داستان این خانواده روانی رو دنبال میکنیم. داستانی که کلا بوی سیاست و دردای اجتماعی به خودش میگیره و خیلی جالب به پایان میرسه. رفقا لایک کامنت و سابسکرایب یادتون نره. روزتونم گیلاسی. به امید ایران آزاد.